دوستان عزیزم سلام به صفحه قلمدان خیلی خیلی خوش اومدین امیر حسینم با قسمت دوم بررسی قلم زیبای واترمن مدل اکسپرت سه یا در واقع یه جورایی طرح جدیدش دیگه امیدوارم قسمت اول رو باشین مفصل براتون صحبت کردم راجع به این قلم زیبا و عرضم به خدمت شما که توی این قسمت میخوام بیشتر راجع به سرقلم براتون صحبت کنم بنویسیم با هم دیگه نتیجه گیری بکنیم اما جزو نکات نکات مثبت و منفی من بر توی قسمت قبل براتون زیاد گفتم شاید یه نکته کوچول منفی که بتونم بهتون بگم نگاه کنین چقدر راحت اثر انگش روی این در میمونه البته ماهیت روکش کروم اینطوریه دیگه ولی به هر صورت یه مقداری اثر انگشت روی, روی درب این قلم علل خصوص میمونه به خصوص وقتی زمانی که در واقع دستتون یه مقداری عرق داشته باشه اما خب درخشندگیش خیلی زیباست وقتی قلم رو تمیز میکنین مکنی. وقتی کنید تمیزش میکنید دیگه خیلی جذاب میشه این بر درخشندگیش نه آره دیگه خدایش خب من براتون توی این قسمت این قلم زیبا رو با جوهر زیبای آبی اعتدال براتون مثل همیشه جوهر میکنم و با هم دیگه مینویسیم نتیجه گیری میکنیم ببینیم که چه کار باید بکنیم برم برمیگردم خب بچه ها من این قلم رو با جوهر زیبای آبی اعتدال پر کردم حالا این دقیقه بخواستم بهتون نشون بدم دارم خوش میکنم این پلهی که بهتون میگفتم میذاره تمیزی همه من الان تمیزش کردم ها ولی خب در نظر بگیرید اینجا رو تمیز کردن یه خورده ای دوشواره وضعیت عذیت است. واقعیت دیگه چه میشه گرد دیگه خب در به قلم کو اینجاست خب یه ذره بنویسیم تا بیشتر رو صحبت بکنیم گفتیم سرقلممون یک سرقلم استیل سایز فاینه یک سرقلم خشک ناخونیه یعنی که چی نداره در نظرتون باش گفتیم قلم زیبایه واترمن مدل اکسپرت سه یا همون در واقع یه جورایی طرح جدید دیگه نه ارزم به خدمت شما که گفتیم نی بشم یک نوک استیل سایز فاین فاین اف بسیار رو دید. جوهرمون اما جوهر زیبای اعتدال رنگ آبی ببخشید یه لحظه من برم برگردم خب عزیزان ببخشید یه کاری پیش اومد من یه لحظه مجبور بودم برم ارزم به, به خدمت شما که داشتم براتون میگفتم که نوک استیل سایز فاین داشتیم با هم دیگه می نوشتیم و جوهرمون هم که گفتیم جوهر زیبای اعتدال آبی خب نظر فارسی هم براتون بریسم نمونه نوشتار قلمه زیبای واترمن اکسپرت اسمش رو بذاریم اکسپرت دیگه ها نوکه استین سایز فاین خب اما راجع به این قلم چی میتونم بهتون بگم ببینید سرقلمش بهتون گفتم یک سرقلم استیل خشک ناخونیه یعنی هیچ گونه ارزم به خدمت شما که فلکسیبیلیتی نداره از لحاظ فیدبک کما بیش سرقلم فیدبکی شما در نظر بگیرید میتونم بهتون بگم که بنداز کافی فیدبک داشت الان خیلی خیس نویسه به خاطر اینکه من تازه جوهرش شیرم و در نظر بگیرین قلم به این اندازه خیس نویس نیست حداقل وقتی نوعگارتون باشه بچه هایی که قلم های واترمن رو میگیرن اغلب مدل های واترمن حتی همیسفیر هم همینطور هست قلم هایی که یه مقداری نیاز دارن که اینا آب بندی بشن بعد یه خوره باشون بنویسید یه مقداری صبر و حوصله داشته باشین تا این قلم ها خوب جا بیفته و ارزم به خدمت شما که در کنار اینکه به آخر دقت بکنید ببینید نقصی وجود نداشته باشه اختلالی توی نوت وجود نداشته باشه اما زمانی که میدید اختلالی وجود نداره و صرفا قلم باز اونجوری که دلخواه شماست نمی نویسه و بهش عمدتا زمان بدید و زمان یه مقداری موضوع رو حل میکنه زمان بدی به معنی اینکه زیاد استفاده کنید قلم رو هر روز باش بنویسید تا کم کم موتورش را بیفته دیگه چی بگم این سرقلم هم همینطور بود قلمی که سرقلمی بود که, که فیدبک داشت زیاد خشک نویس بود تا حدودی و مشکل قطع وسی جدی واقعیت نداشت اگه بگم مشکل قطع و وصل داشت واقعا دروغ گفتم ولی خیلی دلچسب نبود حالا من یه مقدار رو این سرقلم البته کار کردم و یه مقداری سرقلم رو بهترش کردم یه مقدار پولیشش کردم یه مقداری سراسامون بهش دادم ولی نمره دهی که می و ارزیابی که اینجا براتون علامت میزنم بر اساس اون حالت اوریژینالیش هست که من ابتدا استفاده کردم خب از لحاظ نرمی و کم بازخورد بودن از بازخورد معمولی یه مقداری میتونم بهتون بگم که بازخورد بیشتری داشت روان و بدون قطع و وصل بودن یه مقداری که گفتم بهتون قلم های واترمن یه کمی حساس به جوهر هستن و این حقیقت با هر جوهری ماکسیموم عمل کرده خودشون رو به شما نمیدن وقتی استفاده کنید متوجه میشین که بعضی بعضی قلم ها ببخشید بعضی جوهرها خیلی عالی توشون جواب میده مثلا جوهرهای خود واترمن تو اینا خیلی خوب جواب میده من جوهر اعتدال رو هم روی این قلم استفاده کردم هر بار که استفاده کردم واقعا خیلی خوب جواب گرفتم و من دوست داشتم علل خصوص اینکه خیلی خوب مچ میشه با بدنه این قلم زیبا و من اغلب اوقات اگر این قلم رو جوهر بکنم با اعتدال جوهر میکنم انتا فزیدی سر قلم خب تعطیل دیگه نوک خوشی ناخونی هست قبلا هم گفتیم از لحاظ دقت هم یک دقت کاملا عادی میتونم بهتون بگم اینجا براتون می دقت این سر قلم عادی قلم شلخت نویسی نیست به هیچ به بالاخره انتظار هم همینه قلم فاینه و قاعدتا نباید شلخته نویس باشه سبکی در نوشتار نه قلمی نبود که سبک بنویسه الان با تغییراتی که در واقع اصلاحاتی که من روش انجام دادم کمابیش سبک هست میدید تقریبا 50 درصد خط ها رو روی کاغذ با وزن خودش میکشه و این نشون میده که قلم قلم کمابیش بیش سبکی شده که بدون فشار دست میتونه براتون بنویسه ولی خب وقت موقعی که از در واقع تنظیمات کارخونه باشه و نو بخرید قلم رو اینطوری نبود اینه که من یه مقداری از عادی پایین تر علامت میزنم جریان جوهرش هم خب الان یک جریان جوهر بسیار قابل قبول و خوبی شده با در واقع اصلاحاتی که من روش انجام دارم و تقریبا میبینید تقریبا به نسبت دو به یک چشم میاد این جوهر وقتی خیسه و من قبلا براتون توی ویدیوها توضیح دادم که این نسبت دو به یک نسبت بسیار مناسبیه برای استفاده روزمره قلم و ارزم به خدمت شما که دلچسب میکنه بیشتر از این اگر باشه زیادی خیس نویس میشه و علل خصوص رو کاغذ های کیفیت پایین دیگه عملا قلم براتون کارایشو از دست میده برای استفاده توی خونه ممکنه خوب باشه برای استفاده محیط کار من معمولا قلم های خودم رو روی نسبت یک و به یک تنظیم میکنم یعنی اگر یک مربع نیم سانتی متری میکشم و دستم رو بلافاصله میکشم فقط یک و نیم برابر اون کش بیاد الان این قلم روی تقریبا دو تا دو نیم برابره که یک قلم یک جوهر نویس محسوب میشه البته در نظر بگیرید باز تاکید میکنم این سر قلم رو من الان تازه چون جوهرش کردم دوباره به خاطر همین زیاد خیسه و الا حالت عادی از این جمع جورتره به هر صورت جریان جوهر این خود نویس در حالت اوریجینال و دست در واقع اصلاح نشده یک متوسط رو به پایینه حالت ریورس رایتینگش هم که من اصلا اه ولی به واقعا خوبه ریورس رایتینگش هم خوب می‌نویسه انتظارش نداشتم به هر صورت بدکی نیست میشه مثلا در حد یک شاید یه چند کلمه ای شاید یه جمله ای باش نوشت که یه مقداری قلم رو به سمت اکسترا فاین میبره قسم نوشتارو رو به هر صورت بریم یه مقداری زودتر نتیجه گیری بکنیم و تعیین تکلیف کنیم وضعیت این قلم رو قیمت جهانی این قلم بزنید من زوم اوت کنم قیمت جهانی این قلم تقریبا رو پایه هولوش این فینیشی که من دارم دیگه این فینیشی که بهتون نشون بدم درش رو بود. کجا گذاشتم درش آها نه یه بار دیگه این این فینیش تقریبا روی 150 یورو حدودا قیمت این قل... قیمتش هست که خب واقعیت قیمت کمی نیست 150 یورو توی دنیای قلم بالاخره آپشن های زیادی رو در اختیار شما انتخاب های زیادی رو در اختیارتون قرار میده و اینکه این قلم چی داره که به بقیه بیارزه خب یه مقداری سلیقه هست اول اینکه واترمن هست و واترمن بالاخره یک برند دوست داشتنیه نمیگم خیلی لوکسه ولی به هر صورت یک برند یه مقداری تو رده متوسط به بالا شاید بتونیم بهش در نظر بگیریم دومی که بالاخره جزء مدل های خوب و قابل قبول واترمن هست و ارزم به خدمت شما که سومیش اینه که قلم بسیار خوش دستیه و خوش استایلیه اینو میتونم با قاطعیت بهتون بگم بسیار قلم خوش استایل و خوش دستیه وزنش بسیار خوبه و خیلی حس خوب توی دست میده علا رقم این که بدن از جنس،, از جنس فلز هست و رزین نیست اما توی دست حس بسیار خوبی به شما میده بی رو برگرد ولی پاشنه آشیدش به نظر من سرقلم اون هست که میتونستن روی این سرقلم بیشتر کار کنن این هستش که من به کیفیت نوشتار اکسپرت حدوده مثلا میتونم شاید بگم 17 از 20 میتونم بدم کیفیت و جنس بدنه خب میگم حالا درسته که 150 یورو قلمیه که از جنس فلز هست و 150 یورو برای قلم فلزی کم نیست ولی به هر صورت اینا قلم هایی که جنس های خوبی و در طول سال های استفاده اینها معمولا خیلی خوب باقی میمونن به خاطر همین من یک نو از دهی بهش میدم میگم الان رقم این که فلزیه اما کار خوب و قویه طراحی و توجه به جزئیات خب ببینید از لحاظ طراحی از لحاظ استایل و از لحاظ خوش تست بودن گفتم این قلم واقعا نقطه قوتش هست و من فکر میکنم که بی انصافیه اگر بهش یک نهونیم از 10 ندیم و نسبت کلی کیفیت به قیمت من فکر میکنم 150 یورو به هر حال قیمت کمی نیست و یک 8 از 10 میتونیم بهش بدیم و اینطوری میرسیم به مجموع 43.5 از 50 معدل نهاییش هم من تقریبا دیگه میشه هشت و هفته هم از ده آره هشت و هفته هم از ده به نظر من واقعا معدل عادلانه برای این قلم و ناحق نیست حالا بالاخره شما با توجه به سریقه خودتون میتونید این آیتم ها رو بالا پایین بکنید و به در واقع متوسط سریقه خودتون برسید بسیار عالی اینم از قلم زیبا یا واترمن اکسپرت هر سوالی داشتید برای من بفر... ب... بنویسید بپرسید بپرسین اگر تجربه متفاوتی دارید با من در میون بذارید بچه هایی که توی یوتیوب دارن نگاه میکنن این ویدیو رو برن تو صفحه قلمدان و اونجا هم دنبال بکنن و بچه هایی هم که توی صفحه قلمدان برن توی په... کانال یوتیوب و اونجا هم دنبال بکنن من تشکر میکنم در نهایت از بچه هایی که اعتماد کردند به بنده و به این صفحه و یه سری قلم ها رو از راه دور خریداری کردن خوشحالم که قلم ها تقریبا تا به این لحظه تقریبا بالای 80 درصدشون به دست بچه ها رسیده همه راضی بودن و دوست داشتن و از این بابت خیلی خوشحالم و اینکه بهانه ای شد که با بچه ها دوستی بیشتری من پیدا بکنم و از این بابت هم خیلی خوشحال هستم امیدوارم خوشتون اومده باشه از این نقد و بررسی لذت نوشتن با یک قلم زیبا رو به خودتون و عزیزانتون هدیه بکنید و مراقب خودتون و دوربریاتون باشید تا ویدیوی بعدی خدا و زمینی